خانم فوندا، میشه که مرا با ایجا تا تو روغلو وصل کنی؟ حتما خانم. بله خانم، ایجا بیرون ساختمان است، میشه شما را با تلفن همراهشان وصل کنم؟ نه تشکر میکنم. بله خانم فوندا، بفرمایید. کمال یلده زگه باشه با او گب میزنم لطفا. یک دقیقه خانم، وصل میکنم. بفرماین. کمال چطور هستی؟ زنده باشی، تو چطور هستی؟ خوب هستم، تشکر میکنم. نتونستم با ایجا تماس بگیرم. در شرکت نیست، همه کامد میگم که زنگ زده بودین. کدوم گپی هست؟ نه، دیروز خانم آمده بود اما ما اونجا نبودم. او با پولوت گپ زده. خواستم بفهمم که کدوم مشکل هست. آهو برش میگم که زنگ زده بودی. تشکر میکنم، باز میبینیم. کمالم از رفتنش خبر نداره. ایجا کجاستی؟ چی وقت میایی؟ منتظرت هستم، باید گپ بزنیم. اجازه نیست که داخل برین خانم هاسو. نفهمیدم تو چی میگی؟ از سر رویم پس شو. داخل شدن ممنوع. کی ممنوع ساخته؟ آقایتون جای. و این کار چطور کده میتونه؟ من همی لحظه با آقایتون جای زنگ میزنم. خانم هاسو زنگ زده آقا. نمیخوایم کسی ببینیم اسنو، لطفا تلفن در زبانین. درست است. بیزو سرم نوخ شده، بریم. آقاتون جای، اما چقدر وقت میشه که با شما زنگ میزنم؟ میشه بگین که چرا جواب نمیتین؟ در ایباره توضیحات مفصل میخوایم. در اصل شما باید به ما توضیحات بتین آسو خانم. ما به شما اعتماد کردم، چرا خواستین به ما خیانت کنین؟ نفهمیدم شما در کدام مورد گپ میزنین؟ با امرتان سلام مرا برسانین. از این به بعد همکاری شما امرای شفاخانه قطع شد و دیگه ما با هم شریک نیستیم. پولاد علمدارم این کار شما را هیچ وقت فراموش نمی کنه. او شما را هرگز نمی بخشه. آقاتون جای. بریم آقای اسنو. ضرور نیست از جایت بخیزی بدری. یه گپ پرسان میکنم و میرم. تو چقدر بیعقل هستی؟ فقط سؤاله که میکنم جواب بده. چی میخوایی؟ میخوایم نشانی خانه بلوتا برم بگویی که در کجاست. تو میفهمی بدری؟ با تو چرا بگویم؟
اگه نگویی پایدگی تا مشکنانم. تو آمدی که من اخطار بدی؟ بدری به خاتمه دادن دشمنی آمدی. ای برات یک فرصت خوب است. اگه جای بیلوت بگویی که او کجاست مهر شرطت قبول میکنم. فهمیدی؟ من جای او را نمیفهمم. اگه با فهمم نمیگم. بین ما و تو موضوعی نیست که موافقت کنم. اگه میخوایی دشمنی کنی پس من را دشمن فکر کن. ای تو که پس باز تصفیه حساب خواد کردیم بدری. پولادی علمدار چقدر پول داره؟ شاید ده حدود 2 میلیارد داشته باشه که بودنش هم در شک است. یعنی او به خاطر 2 لیره خود میخواید تو یک مشکل به وجود بیاره؟ قسمی که معلوم میشه دولت حمایتش میکنه. رازداری دولت ترکیه یک رازی مرا خواد کشت. از یک سو میگن بودی جنه داریم، از طرف دیگه سرمایه گذاری میکنن. به اخلاقه، اگه اعصابم خراب شد میرم به لندن و اونجا سرمایه گذاری میکنم. باز ببی که چطور از این بحران خدا نجات میده. پس چی کنیم؟ بدری میگه که آقا جلال به ما یک فرصت دیگه بده. میتیم یک فرصت دیگه هم برش میتیم. اما جمال بدری نمیتونه که مانع کارای او آدم شوه. سر او سگ و تو وضعیت بیارین که دیگه از جای خود خسته نتونه. باز وقت بدری میتونه انتقام خدا بگیره. هر قسمی که شما مناسب میبینین. آه. جمال محل برگزاری جلسه بیلدربورگ تعیین شد. بله بیادر. این دفعه موضوعش چی است؟ این بار موضوع ایران است. موضوع ساختن و نساختن اسلحه اتمی ترکیه بر علیه ایران است. این کار چرتر است و بسیار پول داره. و کسی که به آسیا و اروپا دسترسی داشته باشه بسیار پول دار خواهد شد. یک گپ از تو میپرسم جمال، تا 25 سال آینده یک لیتر تل قیمت خواهد بود یا که یک لیتر آب؟ چی گپ است؟ چی میخوایی؟ دیشب کجا بودی؟ با تو چی؟ هر جایی که رفتم با تو بگویم؟ طبعا که باید بگویی. تو خانم من هستی. حالا فهمیدی که من خانم تو هستم؟ ایجا دیوانگی نکو. در اصل تو دیوانگی میکنی. همراه من قسم گپ نزن. تو دیشب با پولاد علمدار ملاقات کردی؟ ای گپ دیگه از کجا شد؟ جواب بده. جواب بده. هرگز جواب نمیدم. گفتم با ما جواب بده. بله ملاقات کردم. بیادرم با مرگ دست و پنجه نرم میکرد. اما تو میخواستی که من سرم ازشان آج مانده و گریان کنم. بس است دیگه کمال. ایجا ایجا بفرمایین آقا تونجای. تشکر میکنم. دلیل ملاقاتم معلوم است آقای الدس. کار که آلچن بلوت انجام داده بدترین کار است که تا به حال انجام داده. شما باید مانعی کارش می شدین و نمی ماندین که کار انجام می داد. می بخشین. نمی فهمیدم. لطفاً برام نگوین که از اختطاف پدر پولاد علمدار خبر ندارین آقای الدس. من میال خبر شدم. ببینین آقای الدس، ما شما یکی دیگه خدای قدر نمیشناسیم، اما شما مرا و اما شما را خوب درک میکنم. شما یک حقوقدان هستین. این کار به هر قسمی که میشه باید خاتمه بدیم. نباید بیشتر از این ادامه پیدا کنه. آقا تون جای عین گپوار ما به شما گفته بودم. شما دم وقت گفتین که چیزی کده نمیتونین. حال من به شما نظر خدای باره میگم.
اما متاسفانه شما با تمام تلاشایی را که ما انجام دادیم موافقت نکردن و بی نتیجه ماند. پولات علمدار بگه پای ما گوش نکرد و هرچی که دلش خواستم او کار انجام داد. این کار مثل زنجیر ادامه داره و اگه شما می قسم رویه کنین او وقت پولاد علمدار آرام نخواشش، باور کنین که بسیار چیزا را از دست خود دادین، حتی زندگی تانه. البته که داود تاتاروغلو ترس از دست دادن بسیار چیزها را داره، اما پولاد علمدار بجز از پدرش که پیش شماست دیگه یه چیزی را برای از دست دادن نداره. خوب گوشایت باز کو. ما چی بفهمم بلود که ابر کجاست و باران کجاست؟ برا از هواشناس پرسان کو. خدا با سادگی نزن ابراهیم، ضرور نیست که خدا لوده بسازی. آدم واری از سوال کدوم؟ عبدالله عکست را گرفتیم، اما تنها او عکست به خاطر اثبات بیگناهی تو کافی نیست. گپ مرا گوش کن، تا آخری نفسهایتان آرام نخواد بودین. هرچق عکس میگیری بگی، روزی که از یخن تو گرفته شوم میرسه. بیا در ما اونا را قسم نمیمانیم، به زودترین فرصت جوابشان خواد دادیم. چی جواب خواد دادین؟ فعلا با تاتاروغلو در گیرستن بیادر. اگه تاتاروغلو تانه است جوابشان بده، باز با جواب ما هیچ نیاز نیست. فکرت من قسم اشخاص دوست دارم. ما در طول عمر خود قسم یک گپه از دان تاتاروغلو نشنیده بودم، اما نمیفهم تو در ظرف درست چطور شنیدی. اگه اون نتانست بازو وقت ما هستیم بیادر. اما تو قسمه که گفتم فکرت با پولاد علمدار بی بی او را قناعت بده، ما میخواییم هرچی زودتر پولاد علمدار بیبینم و این موضوع را کاملا حل کنم. بیادر کارو هیچ معلوم نیست که چی میکنه، او کاملا دیوانه است. فکرت او دیوانه نیست، او یک جوان است. ما جوانها را بسیار دوست دارم. بفرمایی نقا. مرا کار داشتی نقا. خوش آمدی حسین، بشین. پولاد چطور است؟ خوب است؟ خوب است آقا. خانواده تاتاروغلو با مشکلات گرفتار شدن. با شما بهتر معلوم است آقا. بچه باید متوجه کل چیز باشین. میخوایم برم بگویی که خلیل ابراهیم در کجا نگهداری میکنن؟ در یک مرکز صحی شهر. حسین تمام شما در وضعیت هستین که راستان فاش خود شد. امروز اگر شما را تسلیم نکنم فردا شما را گرفتار میکنن و از طریق مطبوعات به همه نشان خواد دادن. با این کار دولت ها ضعیف جلوه خواد دادن. این اهانت بزرگ اجازه نمیدیم بچیم. این موضوع را پولاد علمدار خبر داره؟ خبر میشه بچیم، خبر میشه. یک کم استراحت کنین، ما شما را از اوجه به جای دیگه روان میکنیم. بیلوت پدر پولاد علمدار اختطاف کرده. نمیفهمم که بیلوت کجا رفته. با ما چی رب داره یلدیس؟ ما فقط که مافیا باشم. خدا نکنه آقا. اونا میخوان که توافق کنن. برن با بیلوت توافق کنن، با ما هیچ ربطه نداره. آقا اگه به او آدم ضرر برسه با نظرتان مشکل زیاد نخواد شد؟ ادامه ای کار مشکل ساز خواد بود. پس برو بلوتا پیدا کو، برش بگو که پدرش ایلا کنه و بچهش بگیره.
کدام خبر داری ماماتی؟ نه رئیس، هیچ کس نماند که پرسان نکده باشم. از لوده، از دوست، رهزن، جوالی، نگهبان، راننده، مرداز، مخبر، حتی از شیطان پرسان کردم. هیچ کس نمیفهمه که او در کجاست و پدر را با خود به کجا برده. حالا فقط یک را داریم. که باید یکی اونا را اختطاف کنیم. کی را اختطاف میکنی ماماتی؟ رئیس، ما همه تو پدرش اختطاف میکنیم. نمیخوایم به پدر کسی ضرر برسه و نمیخوایم به پدرم کسی ضرر برسانه. پس چی کنیم رئیس ها؟ صبر میکنیم ماماتی، صبر میکنیم. بیلوت بالاخره زنگ خواهد زد. ما یک بار دیگه کوشش میکنم رئیس. بهروز، از کامپیوتر کار کدام احوال داری یا نه؟ کی بیادر؟ تامر، کامپیوتر کار. نه بیادر، ما یک دفعه پیشو میرم. بهروز، اگر ایس جایی رفت با من خبر بدی. درست است همون تو میشه. تامر کدام خبر رو بده ساوردی؟ نه. چطور ناوردی؟ نیست دیگه. پس یه ما وسایل الهی هستن؟ اقدر وسایل شنوی را چی میکنی؟ متاسفانه تا کدام رد پای پیدا کنیم نتیجه گیری مشکل است. اگه او آدم برای زنگ بزنه باز جاشا پیدا کده میتونیم. یکی از کجا زنگ میزنه موقعتش مشخص میشه. اگه عقلش کار کنه تلفنم برای خود زنگ نمیزنه. شاید برای از یکان جای دیگه زنگ بزنه باز او وقت چی خواد کنیم. با این کار ما را سر یخ میدوانین. تا نیم ساعت دیگه پس میاییم. تا وقتی که من آمدیم هیچ کس از جای خود تکان نمیخوره. یک زرامش تو با صورت نگیره بازو وقت از خود گیله کنیم. قامیده شد آقا. اورهان، تو برو استراحت کن هستم. چی؟ گفتم ما آمدم، تو برو به دفتر. نه، من خوب هستم، من اینجا می باشم. تو را دفتر خواستن. خدایا، کی میگه بیا؟ من فکر میکردم تا که ماما سر پای خود استاد نشه، مرا نخواد بخواین.
وقت که خواستید برو. شما زیاد رسمی شدین، چی کنیم دیگه، تحت امر هستم. اگه چیزی شد با زنگ بزنین. به از اوما مهم استراحت است، متوجهش باشین. خو چرا رو روان کردی؟ هاکان، مشکل پیدا شده. باز چی شده؟ تسلیم میشیم. چی؟ امر رئیس از بیادر. به خاطری که فشار کم کنن، مرا، تورا و حالو را تسلیم میکنن. بازم چهار دیواری زندان. بله پولاد علمدار. کی هستی؟ یالچین بلود. بگو میشنوم. بالاخره گپایم را جدی گرفتی، حالا که حاضر هستی با گپایم گوش کنی، میخواهیم تو را یک بار از نزدیک ببینم. در کجا و چه وقت میخوایی؟ اگه با خودت کسی دیگر بیاری و یا یکی کسی تو را بخواید تعقیب کنه، و یا کدام اشاری دیگر کنی. باز پدر محترمت، عمر خدا با تو خواد بخشی. گفتم در کجا و چه وقت میخوایی؟ خدا جزای ده بده. بهروز موتر آماده کن. درست است رئیس. بهروز، نمیخوایم کسی ما را تعقیب کنه. رئیس، یک امر از بهروز. نگفتم وقت رئیس برامد برم خبر بدی؟ بیادر من چی بفهم، یک دم برامد و رفت. نگفت که کجا میره؟ گفت کسی تعقیب نکنه، موتر گرفت و رفت. من ماتی بیادر، امر کد و گفت کسی تعقیبش نکنه. با تو گفته، با من نه.
کدام طرف رفتی رئیس؟ لطفاً صلاتون آقا. بفرمایید. با رئیس نگفته آمدم عبدالله. امروز نفر داود تاتار اغلو یلدز یالچین آمده بود. درباره هاکان و حسین کل چیز فهمیدن. چی؟ ای که باید اونا تسلیم شوند. رئیس هم قبول کرده. هاکان، حسین و حالو. تو نمیتونی که ما را در نمرایی ایلا کنی؟ ضربانش ضعیف است و فشارش هم بالا. ما چیزی کده نمیتونم. شما مرا مانده برن. ماما تنها شما را نه، بلکه ما را میخواین. ما تا به ایسن که رسیدیم کل چیز میفهمم. از تمام خوی و خواصی ملت، کارای دولت و از درد و رنج این مردم آگاستم حسین. کدام گپ مهمه نیست. در منطقه که ما این بود داخل شدیم. ما این هم انفجار کرد اما تلفات نداشت. پولاد از این گپ خبر نداره همه تونست؟ نه. شما را بسیار آزار خواد دادن. اوی کارا را بهتر میفهمم ماما. شما پولاد تا حال درست نشناختین. او رده یک کار ایلا دادنی نیست. در قصه کدام دستوری هم نیست فهمیدین؟ او وقت نداره کمرای ما سرگردان باشن. پدرش اونا چی وقت من؟ چی شده آقا عمره؟ شما خبر ندارین؟ به ما بگوین چی شده؟ یالچین بلود او را اختطاف کده. ای کمرایش چی کده ما هم نمی فهمیم. این موضوع را فهمیدم. حالا هر کسی میایه بیایه. بجز اسرائیل دیگه هیچ کس زخم مرا مرهم کده نمیتونه. آقایان تذکرهایتان را نشان بدین. هیچ خدا خسته نسازین آمر صاحب. من خلیل ابراهیم کوپر هستم. کسی که در جستجویش هستین. Thank you.
هر چیزی که میخوایی برام بگو، اما پدرم ایلاکو که بره. راحت باش، با پدر محترم زره نرساندیم. از تو کده با او راحت بودم. گفتم پدرم ایلاکو که بره. میره خوب میفهم که قهرمانی تو یک روز مرا خواد کشت. ایلانه میکنم، او را میکشم و تو را میکشم. چی کده میتونی؟ پس او وقت سه نفر خود مرد. اگه پدرت هم میکشت باز منتظر تو نمی بودم که میکشتمش. اگه تو را میخواستم بکشم باز منتظر نمی بودم که جا بیایی. دموتر مرا به خاطر دیدن چهرم خواستی یا به خاطر شنید؟ دن صدایم. اگر در دست ما می بود آل تو را وقت کشته بودم. اما یک کسی هست که می خواهی با تو گپ بزنه. سلاحتان پایین کنید. گفتم پایین کنید. آله دیگه محترم خانه روان کنیم. پولاد علمدار سلای مرا بتین. محترم با خانه برسانید. پدر شما چطور است؟ خوب هستم بچه. پدر شما خانه برین، ما بعدن پیشتر میاییم. درست است محترم، شما رو خسته ساختم.
اما چه تو کنم دیگر؟ به تو کاروار هر چیز مشروع است. به نظر شما مشروع است، اما به نظر ما گناه است. پدرت از تو کلام خطرناکتر از پولاد علم دار. سلام ندارم، اما از او پر گفته گفته یک شاجور گپه در سرم خالی کرد. بله، قده کشتی بیاین. درست است آقا، یک چند دقیقه بعد میاییم. ما تا دخوا میره باور نمیکدم که با تو روبرو شوم بدون کدام خون ریزی معامله کنم. اما یک چند دقیقه پیش خون ریخت. ما اگه با جای تو می بودم باز چاقو را داخل می کدم. تشویش نکو، شب دراز است. خدایا تو مرد پیش نامردا ذلیل نساز. فکر میکنم که صدای موتر رو شنیدم بچیم. من میرم میبینم نظیفه مادر. عمر پدر؟ خدا را شکر، خدای بخشاینده را سپاسگزار هستم که آمدی عمر. خداوند به نهایت رحمان و رحیم است و بچه ما را نگاه میکنم. بچیم عمر پدر، آقا پولاد چی شد؟ بچی میفهمم بیادر، حسن آمد و برم گفت که برو دفتر تا را خواستن. امام آمدم. آرهان تو تلفن نداری؟ زنگ میزدی میگفتی که رئیس مرا خواستن یا نه؟ بیادر برم، چرا تو میگی؟ من نتانستم به کسی با تماس شام، باز مام آمدم. درست است آرهان، درست است. مشنوم ایرن، عمر پدرم همونجا است؟ رئیس چطور؟ درست است میایم. عمر پدرم ایلا کدن، اما رئیس تا هنوز همونجا است. درست است، بیا که بریم. ما هم بیایم. تو پیش ماما برو روحان، بیبی که او را کجا میبرن و چی میکنن برای محوال بته.
من میخواییم تنها امرش گپ بزنم. درست است آقا.